هرچه من قبول ندارم. کجایش قبول نداری؟ کلمه شریف است، محراب است، منبر است، قدامت یک صد و چند ساله داره، فخر کل افغان است. تو چرا میخوایی که بیرق ملا نصرالدین ملا فضل الله را سر ما بیرق ملی بسازی؟ از این چرا خجالت میکشی؟ عزیزان من، موضوع طالب و دولت را کار ندارم. در اینجا مسئله عقیدتی و مسئله ایمانی خود را اشاره میکنم. میفرمایند که این بیرق را کجایش را قبول نداری؟ کلمه شریف هست، محراب هست، منبر هست، قدامت 140 ساله دارد، فخر کل افغان ها هست. تو چرا میخوایی که بیرق ملا نصرالدین و ملا فضل الله را سر ما بیرق ملی بسازی؟ عزیزان من، اشاراتی که در ارتباط بر این سخن دارم این است که کجایش را قبول نداری. اول اینکه تو جناب اشاره کردی که کلمه شریف هست، درست، کلمه شریف هست. نسبت به سخنانی که من از تو میشنوم و افعال و کرداری که در چشم و گوش من میرسد، من بر امون باوری که تو نسبت به اون کلمه داری، من شک دارم که تو آیا بر اون کلمه شریف که لا اله الا الله محمد رسول الله است، آیا باور داری و یا خیر؟ اینکه کلمه شریف را کسی قبول کرد، کسی که یقین به لا اله الا الله دارد، پیش غیر الله سرخم نمی کند. تو سرخم کردی. بر اینکه کسی که یقین به لا اله الا الله دارد، نظام غیر لا اله الا الله را نمی پذیرد، تو پذیرفتی. این که یک کسی که باور به لا اله الا الله دارد و غیر از عقایدی که ارتباط میگیرد به لا اله الا الله، دیگر عقیده ای را قبول نمی کند، قبول کردی. ای عزیز من، به کدام نام ای امت را میخوای فریب بدهی؟ اول کلمه شریف دارد. خواه عزیز من، محراب هست. آیا محراب را میشناسی؟ آیا محراب را قبول داری؟ منبر هست. آیا منبر را باور داری که جای پیامبر هست؟ آیا کسانی که در منبر می نشینند، آیا قبول داری که جانشینان پیامبر هست؟ این را برایت اشاره می کنم. تنها زندگی ما به عکس و تصویر و شعار نیست. آیا اینها را قبول داری؟ بعدا اشاره می کند که قدامت 140 ساله دارد، درست، قدامت بیرق افغانستان مخالفت نداریم. سخن تو را می خواهم که برای امت برسانم. آیا قدامت 140 ساله مقدم هست یا بیرقی که 1442 سال قدامت دارد؟ بعدن این که چرا بیرقی که قدامتش مقدمتر بود اون را قبول نداری؟ بیرقی که امروز 140 سال برایت ارزشمند هست و این 1442 سالی که به خاطر این بیرق میلیون ها خون در راه این بیرق ریخت، بیرق اسلام با خون امت مسلمه، این بیرق اسلام رنگین شد، چرا اون را قبول نداری؟ و بعدا فخر کل افغان ها است. افغان ها بیرق نمی شناسند، کلمه نمی شناسند. افتخار افغان ها تنها بیرق و شعار نیست،
تنها افتخار افغانها این نیست که تو کلمه را در بیرق نوشته بگردانی، نوشته کنی و بر افغانها نشان دهی که نظام ما نظام اسلامی است. افغانها نظام بیرق اسلام را میخواهد. بعدا در آخر چیزی را که جناب اشاره کردن، امرالله صالح، چرا میخوایی که بیرق ملا نصرالدین ملا فضل الله را سراما بیرق ملی بسازی؟ بیرق ملا نصرالدین ملا فضل الله را سراما بیرق ملی بسازی؟ از این چرا خجالت میکشی؟ تو چرا میخوایی که بیرق ملا نصرالدین و ملا فضل الله را سر ما بیرق ملی بسازی؟ ای جناب، این کلمه و این بیرق اسلام را تو اگر بیرق ملا نصرالدین بخوانی، بیرق ملا فضل الله بخوانی، با تمسخری که در اونجا گفتی و دیگران کف زدن، همه ایتان کلمه بخوانید و تجدید ایمان کنید. همه ای حاضرین در مجلست یکی پی دیگر کلمه بخوانند و تجدید ایمان کنند. را این ملت بیچاره و رنج دیده را اذیت میرسن، چی هدف داری؟ از این سخنانت چی هدف داری؟ ای جناب، بشناس و بدان اون بیرق ملا نصرالدین و ملا فضل الله نیست، اون بیرقی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر بلند کردن اون بیرق در غزوه احد دندانش شهید شد. به خاطر اون بیرق جگر حضرت حمزه پاره شد. به خاطر اون بیرق مصعب ابن عمیر شکنجه ها را پذیرفت. به خاطر اون بیرق حضرت عمر در محراب شهید شد. اون بیرق، بیرق ملا فضل الله نیست. کلمه خود را بخوان. عزیزان من و شما امروز خیلی ها در یک زمان پرفتنه و پرفساد از هر آدرس نگاه می کنیم، در ذهن امت مسلمه، در فکر و روان امت مسلمه، بالاخره دردهای را وارد می گردانن. خداوند امت مسلمه را توفیق دهد یک نظام اسلامی. الله سبحانه و تعالی، یا الله پروردگارا، اگر نظام خودت را بر بالای ما تطبیق نگردانی، خدایا ما را از زیر این نظام بیرون بگردان. یا الله پروردگارا، ما بیرق اسلام تو را میخواهیم. یا الله پروردگارا، خدایا بر این بیرق اسلام تمسخر میشود، خدایا بر اون کلمه مقدس تمسخر میشود. پروردگارا، خدایا برای ما زندگی چی در کار هست؟ یا الله این جوانی ما چی در کار هست؟ یا الله پروردگارا، این قدر و منزلت ما چی در کار هست؟ خدایا پروردگارا، بیرق اسلام را دوباره در سرزمین اسلام به اهتزاز بیار.